ملاقات با دیوانگی و راندوو ویت مدنس امسال 25مین سال تولدش رو جشن میگیره و بزرگترین فیلم سلامت یا بیماری روان در جهان هستش و ما خیلی خوشبختیم که بخشی از این برنامه ریزی ها هستیم و به صورت منسجم در 7 سال گذشته تونستیم یک فیلم به زبان فارسی از ایران سپانسر کنیم و در اختیار کامیونیتی بذاریم و از متخصصینی که در کانادا تورانتو زندگی میکنن استفاده کنیم که آگاهی در ارتباط با بیماری روانی و سلامت روان بالا بره. فیلمی که امسال انتخاب کردیم فیلم آقای اسکویی هستش و به اسم Starless Dreams که ترجمه های مختلف داشته، ما این رو ترجمه کردیم به رویاهای بی ستاره و داستان زندگی دخترانی هستش که زیر سن بلوغ هستن و اینها به عناوین مختلف در یک ندامتگاه، بازداشتگاه، یک مرکز نگهداری ازشون نگهداری میشه توسط دولت و آقای اسکویی تونستن که به این مرکز راه پیدا کنن و با این دخترها مصاحبه بکنن و اونا در مورد معضلات و مسائل زندگیشون حرف میزنن. موضوع این فیلم و ماجراهایی که در ایران میگذره در مورد دختران جوان و نوجوان چطوری میتونه ربطی پیدا بکنه به جامعه کانادایی و جوانها و نوجوانهای کانادایی؟ در واقع بیماری روانی مرز نمیشناسه آقای تاج دولتی. مشکلات و مسائلی که دختران جوان تو ایران باهاش مواجه هستن مسلما ویژگی های خاص خودشو داره، ولی بیماری هایی که ناشی از مسائل محیطی و یا ژنتیکی هستش در واقع مرز جغرافیایی نداره. ما از این انگیزه به اصطلاح ایرانی بودن فیلم استفاده میکنیم که جذابیت بیشتری برای کامیونیتی خودمون باشه و اونا رو تشویق بیشتر بکنه که بیان و به بحث سلامت روان و بیماری روانی دامن بزنن و در ارتباط با اینکه چه ارتباطی این مسائل با جامعه اینجا داره، ما امشب یکی از مهمانانمون، یکی از سخنرانانمون یه خانم جوون ایرانی هستش که خوشبختانه از اقدام به خودکشی جهیده و موفق نبوده، ولی به خاطر مسائل روانی که داشته و بیماری هایی که داشته به مرز از دست دادن جونش رسیده. اینه که من فکر میکنم اون حد و مرز کاملا وسیعه و شامل هر گروه و یا هر کامیونیتی میتونه باشه. ببینید، مسائل بهداشت روان، بهداشت و سلامت روان به هر حال مسائلی هستش که در برخی از فرهنگا خیلی با نگاه تابویی بهش نگاه میشه و آدم ها خیلی از مواقع باور نمی کنن که دچار این بیماری ها هستن و این به شکلی هم در فرهنگ ما خیلی قوی هستش و انکار کردن این نوع ناراحتی هایی که یا ژنتیکه یا اینکه افراد در طول زندگیشون ممکنه بهش مبتلا بشن. چی کار میشه کرد برای اینکه ما بتونیم در جامعه ایرانی کانادایی در واقع این تابو رو بشکنیم و افراد بتونن راحت تر با این مسائل روبرو بشن و بیان تقاضای کمک بکنن و بهشون کمک بشن؟ که سوال بسیار خوبی هستش و این مسئله دو بخش داره، یکی اینکه افراد برای کمک پا پیش بذارن و یکی اینکه این کمک ها موجود باشن و من خوشحال هستم که روز به روز انگیزه دایی در ارتباط با بیماری های روانی داره گسترده تر اتفاق میفته و حتی اخیراً شنیدم که آقای مجید جوهری یه پرایوت ممبر بیلز بردن به پارلمان کانادا برای اینکه خدمات روانی، خدمات سلامت روان شامل خدمات بهداشت عمومی باشه، اوهیب بتونه کاورش بکنه مثلا در استان اونتاریو. اینه که انواع و اقسام انگیزه ها و انواع و اقسام قدم های مثبت داره اتفاق میفته و شرکت در برنامه هایی از این دست، از این گونه کمک میکنه که اون گرفتاری که افراد احساس میکنن که ویژه اونا هستش و ویژه خانواده اونا هستش در اثر صحبت کردن، در اثر مشاهده، در اثر تبدیل، مبادله با افراد دیگه، تجربه های افراد دیگه، این انگیزه‌دهی بیشتر و بیشتر اتفاق میافته. نکته آخر این که در مورد سازمان تو گفتین یک مرحله جدیدی پیش اومده و این سازمان ثبت شده. بله. این رو میتونی توضیح بدید؟ بله. این سازمان I2CRC
Intercultural Iranian Canadian Resource Center یه سازمان جدید هستش که امیدواریم تکامل بخش خدمات دیگه کامیونیتی باشه. ما از شما یاد گرفتیم آقای تاج دولتی و میخوایم که منابع رو به صورت آنلاین در اختیار کامیونیتی بذاریم و اون هم قدمی میشه در ارتباط با در دسترس بودن منابع و راحت بودن افراد برای مراجعه به این منابع و در واقع یه جور انگیزه دایی رو حمایت کردن و پروموت کردن. ما ثبت شدیم، یک ساله که به صورت مداوم تحقیق میکنیم، بررسی کردیم، نیدز اسسمنت داشتیم، کم و کاستای کامیونیتی رو بررسی کردیم، از تجربه های حرفه‌ای و داوطلبانه خودمون و همینطور از منابع موجود استفاده کردیم و دست به گشایش این سازمان زدیم. من شخصا خودم وقتی که حتی از موقعی که دکتر عمومی بودم تو ایران تا همین الان هیچگاه معتقد نبودم، به خاطر اینکه مثلا توی فرهنگ ما، حتی توی فرهنگ اینجا، داشتن یک بیماری روانی یا mental illness یه در واقع یه چیز منفی حساب میشه و یک برداشت منفی توی ذهن شخص به طور خودآگاه شاید و گاهی ناخودآگاه ایجاد میکنه. یعنی یه نفر اگر بگه من آپاندیسیت دارم، خیلی ها اوکی هستن که خب آپاندیسیت عفونت آپاندیسه، احتیاج به درمان داره، ولی اگر بگه من افسردگی دارم، انگار که اصلا یک موجود دیگه است و یک کاتگوری دیگه است. در حالی که من خودم همیشه شخصا معتقدم که اینا با هم فرقی نمی کنن، هر دوشون در واقع یه علامتی از یه تغییری که توی مغز میفته. اگه بخوام یه خود از نظر جزئی و از نظر پزشکی بهش نگاه کنم، میتونم مثال بیماری آلزایمر رو بزنم. بیماری آلزایمر شاید موقعی که من دانشجوی پزشکی بودم جزء بیماری روانی حساب میشد، یعنی که اصلا کلن درمانش توی کتاب بیماری های روانی بود تا اینکه توی بیماری های نورولوژی باشه. و با تدریج که در واقع ساینس و نوروساینس و علم اعصاب در واقع پیشرفت کرد، دیدن که چه تغییراتی توی مغز ایجاد میشه که این باعث میشه شخص بیماری آلزایمر بگیره. برای همین وقتی این اتفاق میفته توی پزشکی، اون مشکل در واقع از هیته در واقع روان پزشکی کم کم جدا میشه، به صورت شناور میاد که عضو بیماری های نورولوژیک یا مغز و اعصاب میشه. برای تمام بیماری های سایکیاتری تقریبا میشه گفتش که این تغییرات در سطح مغز اتفاق میفته، ولی خب بعضی ها ما توانایی این که ببینیم کجا این تغییرات اتفاق میفته و چه تغییری اتفاق میفته رو نداریم، چون وسایلی که برای این کار داریم هنوز اینقدر قوی نیستن. و به نظرم روزی خواهد رسید که تقریبا هیچ بیماری نخواهد بود از هر دسته که بهش نگاه کنیم که ندونیم که چه اتفاقی توی مغز میفته، چه تغییر شیمیایی توی مغز ایجاد میشه. مغز ممکن از نظر ساختمانی و ساختاری نرمال باشه، ولی از نظر تغییراتی که در سطح سلولای عصبی پیش میاد متفاوت بشه. موقعی که دانشجو پزشکی بودم من و روانپزشکی میخوندم، یه تئوری بود به اسم تئوری دیاتز و استرس، به این مفهوم که شما یک پایه شخص داره که میتونه اون شخص رو مستعد کنه یک بیماری روانپزشکی بگیره و برای اینکه اون پایه‌ای که در شخص وجود داره باعث بشه که بیماری ظاهر بشه، احتیاج به استرسی داره که این استرس رو در واقع اون رو ظاهر کنه. و در نهایت هم به این نتیجه رسیدیم که بالاخره هر چقدر هم که دیاتز یا اون پایه ضعیف باشه، اگه استرسور خیلی قوی توش ایجاد بشه، میتونه در واقع بیماری روانی رو ظاهر کنه. به این ترتیب همه افراد در واقع توی یه مرحله از زندگیشون ممکنه واقعا دچار یه استرسی بشن که باعث بشه یه مشکل روانی براشون ایجاد کنه. ساده ترینش میکنم برای جامعه ما مهاجرته. مهاجرت خودش میتونه واقعا یه استرسور خیلی بزرگی باشه و حتی قوی ترین آدم ها رو هم به خاطر شرایط جدید دچار تغییرات روانی بکنه و حالا براش بیماری استرابی ایجاد کنه، بیماری افسردگی ایجاد کنه یا بیماری تطابقی، حالا دارم ترجمهش بکنم، از adjustment disorder در واقع برای شخص ایجاد کنه. یکی از ویژگی های فیلمسازی مستندسازی مهداد اسکویی اینه که در واقع بسیار موفق هستش که در مستند داستانگویی بکنه و در واقع یک جور سینمای داستانی رو با مستند تلفیق میکنه که خود این یک مرز بسیار دشوار هست. از لحاظ فرم این
مستند ساختاری بسیار ساده داره و موفق بوده که با کاراکترهای خودش، با شخصیت‌های خودش یک ارتباط صمیمی رو برقرار کنه. یکی از مهمترین نکته‌هایی که من شخصاً در فیلم باهاش مواجه شدم و خیلی برام تأسف‌آور بود، ترس از آزادی در این مستند. به خاطر اینکه بیشتر این دخترها وقتی میشنوند که آزاد میخوان بشن میترسن، میترسن که دوباره آواره خیابونها بشن، چون پدر و مادر اونها حتی در این شرایط خیلی هاشون اینا رو قبول نمیکنن.